انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صحبت حضرت در خطبه مبارکی 161 به اینجا رسید که بعد از اون سه برنامه ای که پیشنهاد کردند، بعد فرمودند که واعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون قبلكم، یعنی شما اگه واقعا بخواید جذب دنیا نشید و غمها و اشتغالات دنیا بر شما حکومت نکنه و دوستانه با خودتون عمل کنید، باید که اون چه که گذشتگان درش قرار گرفتند رو به یه شکل عمیق جدی باش روبرو بشید و مد نظر بگیرید. من این تذکر رو هم به خودم هم به عزیزان دارم که سخنان امیرالمومنین رو همینطور که قبلنم تأکید کردم، سخنانی که تو طول تاریخ و برای یاران حضرت یک زندگی ایجاد می کرده است نگاه بفرمایید. آفت جلسات دینی بعض موقع اینه که طرف میگه بریم یه اخلاقی مثلا پیدا کنیم، یه روح و خویی پیدا کنیم، عملا اون نتیجهی که مقصد و مقصود دین و ائمه نصیب ما نمیشه. بعد از یه مدتی میگم انگار چیزی به ما نداد، نمیگم که موضع ما نسبت به سخن معصوم غلط بود. حالا نمیتونم کلش رو بحث کنم، اون جلسه هم اگه نظرتون باشه، یعنی دو جلسه قبل دوباره ما رو این یه تأکید مختصری کردیم که امام سخنش عزم ساز است، یعنی شاکله شخصیت انسان را امام اراده کرده است تغییر بده. و حالا با اون دید نگاه کنید ببینید حضرت چی میفرماد. میفرماد و اعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون، قرون قبلکم، یعنی بیاید عبرت بگیرید از اون چه که ملت‌های گذشته درش قرار گرفتن افتادن، یعنی اینا یه مبنای فکر قرار بدید و به جد وارد زندگیتون بکنید. بعد حالا ببینید چطوری شما روبرو میشید با اون چه که گذشتگان درش قرار گرفتن، که مختصرا باب بحث اون جلسه باز شد که چی؟ قد تزایلت آسالو. من یه بار دیگه این جملات حضرت رو میخونم، یاد عزیزان میندازم مسئله را تا ببینیم عمق قضیه تا کجاست. میفرماد اینجوری نگاه کنید به گذشته ها که تزایلت آسالهم، تمام این بندهای بدنشون ول شد، و زالت ابصارهم، دیگه چشمشون از بین رفت، و اسماعهم، دیگه شنوایی و گوش و این چیزا به این معنا که تمام شد، و ذهب شرفهم، اون عزت و شرافت اجتماعی و نسبتشون با بقیه همه رفت. شرف عبارت از نسبت انسان با بقیه. و عزهم، دیگه این عزت ها معنی نمیده، باشدم معنا نمیده. و یعنی شما حالا فرضم بگیرید که
خیلی محترم بودین تو جامعه، رو حسابم محترم بودین، اونجا اصلا میلتون بهش نیست. چطور آدم سیر اصلا نگاه نمی کنید به هر چه غذا خوشمزدن باشه؟ انسان اصلا این شرفها و عزتهای دنیایی را نمیتونه اونجا بهش نگاه کنه، به خصوص که میره. شما آدم های بزرگ جامعه را که عزتها و شرافتهای اجتماعی داشتن، یه وقت انسان بین خودش است خدا، اون مورد بحث حضرت اینجا نیست. حالا خیلی حیف است که من مثال بزنم، چون میترسم این روح این مطالب گم بشه. حالا بریم جلو. و انقطع از سرور و هم، تمام اون انگیزه هاشهای خوشحال کننده رفت. آدم رو ببینید چطوری خوشحال میشه دیگه، این خوشحالی ها همه نیست در اون حیطه قبر. و نعیم و هم، دیگه همه اون نعمت ها انقطع. فبد دلو به قرب الاولاد فقده ها، این نزدیک بودن به فرزندان تبدیل شد به نداشتن فرزندان. و به صحبت الازواج مفارقته ها، و این هم صحبت بودن با همسر و همسران و همراهان تبدیل شد به جدایی کامل. لا یتفاخرون و لا یتناسلون، دیگه نه هیچ فخری موند که آدم فخر کنه. جدی نگاه کنید به قضیه. و لا یتناسلون، دیگه نسلی فرزندی، نسلها افتخار به فرزندان، همش خلاص شد. و لا یتزاورون، هیچ ارتباط و زیارت و ملاقاتی دیگه نیست. ولا یتهاورون، هیچ محاوره‌ای و یا هیچ همسایه‌داری نیست. حضرت بعد از این که تونستن اینو حل کنن، این جمله عجیب رو میگن که فحذروا عباد الله حذر الغالب لنفسه، ای بنده های خدا بیاید و بگریزید از این دنیا و بگذرید از این دنیا، چون کسی که غلبه دارد بر همه ابعاد شخصیتش. من یه مثال ساده میزنم تا انشاءالله بحث بابش باز بشه. شما همه دون دلتون میخواد در تنهایی اذیت نشید، یعنی خیلی هم زورتون میاره که عجب چرا یه جوری هم که اگر کسام و بچام و اینا نباشن اذیت میشن. درسته که برای فرار از این اذیت با بچا و قوم و خویش دعوا میکنیم که چرا سر ما نمیای، ولی اگه ناخون بزنید مسئله رو از یه جای دیگه شما مشکلش رو میشناسید که اصلا چرا من اذیت میشم در تنهایی، چرا تنهایی برام نقطه عیش نیست. بعد که این رو نتونستیم حل کنیم، میایم میگم خب حالا چطوری درمان کنیم؟ خب باید اینا بیان سر ما، چرا نمیان؟ یعنی اون جنبه فرعی قضیه رو اصل نگیریم، حالا بیام سر اصل قضیه. حضرت می فرماد چطوری بر خودت حکومت باید بکنی که بر خودت نهیب بزنی که اصلا چرا تو تنهایی برات مسئله است. غالب لنفسه، میگه تو چطوری بکن که حکومت بر خودت بکنی. مثال ساده ترش، بعضی آدم از تنهایی تو خونشون تنها باشن میترس، هیم به خودشون گله دارن که آخه چرا میترسی، ولی میبینین که برای خودشون حکومت نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه دیگه کاری کنه که ای انسان نترس. بله، حالا که نمیتونه بر خودش حکومت کنه که ای انسان نترس، میاد این مشکل رو با یه مشکل دیگه حل میکنه که مثلا آقا همسایه بشونیم، نمیدونم یکی بیاد پهلون نمیدونم.
این مشکله که هرنک این نتونست بر خودش حکومت کنه. این حالا که نتونست بر خودش حکومت کنه، اومد یه جوری این مسئله فعلا حل کنه. این که نشد کار، حضرت می فرماد اینجوری حل نکن، اینجوری مشکلت حل نمیشه. تو باید یه جور دیگه نگاه کنی به زندگی که بتونی بر همه کشش های منفی نفست غلبه کنی. حذر القالب لنفسه. بعد شروع میکنن چند نمونه خیلی خوب میدن، میگن که من راه حل دارم برا تو که چطوری بر خودت حکومت کنی. المان ال شهوتهی، بتونی میلهاد رو برش صد ایجاد کنی که میلها میداندار زندگیت نشن. الناظر رو به عقلهی، بتونی با عقلت تو زندگی برنامه ریزی کنی یا نظارت کنی. خب معلومه که همه ایدئالشون همین هست و همم دغدغشون همین هست که آخه چرا عقل مغلوب هوس و وهمه؟ چرا انسان ها با عقلشون زندگی نمی کنن؟ خب میخواستم اینو عرض کنم که اون جلسه بابش باز شد. ما در فرهنگ قرآن و در فرهنگ روایات ائمه سلام الله علیهم یه بحثی بسیار عظیمی داریم به نام قبر. قبر اینقدر این بحث قبر مهم بوده است که حتما میدونید اولیاء خدا به عشق اون قبر، به عشق اون قبر که حالا عرض خواهم کرد، میمدن میرفتن قبر میکندند و توش میخوابیدند و مستحبم هست حتی که میگم دارین تو قبر بخوابید یه مدتی. فقط نه مسئله گم شده است، مثل خیلی چیزا دیگه. الان مردم اگر هم برن تو قبر بخوابن نمیفهمید بعد چی رفته تو قبر خوابید. اون که پیدا کرده بودن مؤمنین، این قبر کمک میکرد که اون از دستشون نره. حالا اگه کسی میگن به یارو گفتن که دمر نیوف آب بخور، گفت چرا؟ گفتن هوشت کم میشه. گفت هوش چی چیست؟ خیلی مرد عاقلی بود دیگه، نیومد هوشا برای شرح بده، گفت ببخشید خداحافظ. یعنی شما حساب کنید، این مثال خیلی قویه. یعنی اگه طرف تا اینجا اومده پایین که نمیدونه هوش چیست، حالا فکر کنید شما دیگه این نصیحت فایده داره؟ اصلا فایده نداره. این اصلا به اصطلاح ما عالمش رو از دست داده. ما یه بحثی در روایت و آیات داریم به نام قبر. اینقدر این بحث عظیم و عزیز و دقیق و لطیفه که واقعا انسان ساز بوده. شاید من میتونم عرض کنم که کمتر دستوری و دقتی به اندازه قبر انسان سازه. و همین دائم تو روایت ها و تو آیات به ما میگن آقا به قبر فکر کن. وقتی ما نمیفهمیم چی کار کنیم، فکر به قبر یعنی چی؟ خب واقعا هم میگن، یعنی مثال من زیاد میزنم ولی ببینین مشکل دارم که این مثال میزنم. میگن جناب بودا به شاگردش اشاره کرد به آسمان و گفت خدا را. اینا نوک انگشتی بودا را نگاه کرده. اشمینه سا، یعنی اصلا نمیفهمن بلا و اشاره به بالا، اشاره به مقام است و اینا. نوک انگشتی بودا را نگاه کردن، جالا اینکه گفته خدا را، یعنی نوک انگشتی اینه. حالا شاید بگون که خب که چی؟ میخوام بگم که اصلا اینقدر مسئله قبر گم شده که حالا اگه بگیم به قبر فکر کن، مردم به چی فکر میکنن به نظر شما؟ اصلا قبر گم شده؟ خب یعنی چه مثلا به قبر فکر کنیم؟ یعنی تو این خاک ها بریم بشینیم به اینا فکر کنیم؟ نه که شاید دوستان تعجب کنن، ما در واقع من خودم وظیفه‌ای که برای خودم قائلم برگشت به حالت و عالمی است که این سخن گفته شده و خود این سخن ها حرف خودش هم میزنه. ما احتیاج نهج البلاغه شرح بدیم؟ مگه نهج البلاغه مشکل داره که ما شرح بدیم؟
مشکل اینه که اون فضا گم شده است. حالا مثلا خب شما میفرمان که امام میفرماد که آقا به قبرت فکر کن، این شهر داره، خب به قبرت فکر کن. اما مشکل کجا شده؟ آنی که ما میگیم قبر، مردم نمیدونم قبر یعنی چه. شاید بگن نه همه میدونن، همه مشکل نیست که، اینکه همه میدونن اون نیست که امام میگه. و عکسش شده، به جای اینکه خودشونو تغییر بدن برن بفهمن امام چی میگه، حرفا امامو برمیدن میان با حرفا، حد حرف خودشون دیگه دین میره. اینکه شما این جوانای ما امروز اصلا دینو دوست نمیدارن، چون این چه که دوست نمیدارن درست دوست داشتنی نیست. اما اون هنری که ما باید داشته باشیم اینا را تو اون عالمی که این دین حرف زد است ببریم، اینا ما از دست دادیم. حالا علتش چیست؟ بحثش طولانیست. حالا قبر چیست که اینقدر کار ازش میان؟ من بنا دارم فقط بابش را باز کنم، چون واقعا یه بحث طولانیه طولانیه طولانیست. خودم هم علاقه مندم که به توفیق الهی یک زمانی مفصل بحث کنیم، ولی فکر کنم همین حد بحث باشد که ما بابش را باز کنیم. این نوع روایت که براتون میخونم از همه معصوم به شکلای مختلف مفصل و مختصر وارد شده است. بذار روایت راجع به قبر داریم، سه صفحه بزرگ بهار. اینه که عرض کردم یه نمونه کوچیکش. قال صادق علیه السلام: قبر هر روز میگوید من خانه قربتم، انا بیت القربه. خب اولین سوال براتون پیش میاد، یعنی مگه قبر حرف میزنه؟ خب اخه یه قبریه که حرف میزنه. پس از روز تالا ما فکر میکردیم توی خاک ها میینیم اسممون قبر است. نه، هیچ امام و پیغمبر اینا رو نگفته، خدادون ساختید، بشر خودش اینا رو ساخته است. قبر حرف میزنه. انا بیت الوحشه، من یه خانه تنها. وحشت یعنی تنهایی، یعنی من یه جا تنهایم، تنهای تنها. انشالله خدا کمک کنه اینا درست فهمیده بشه. شما دقت کردین گاهی خودمون خوبه اصلا برم زمین و زمان بگذرم، برم توی غاری یه تیکنو خوشگم ببرم، تنهای تنها باشم. میتونی؟ دلتون میخوا؟ خب اولا اونجا تنها نیستی، توی بدن داری گشنش میشی، نون میخواد، پس نون میخواد، پس تنها نیستی، نونم با خودت میبری، آبم میبری، بعد خواب میخوای. از همه مهمتر چرا قار میخواد؟ برای اینکه سرما نباشه، گرما نباشه. یک چیزی قبر دقیقا اونجا همه میخواد، تنهای تنها. خدا داره میگه که ای آدم ها چرا به این قبر فکر نمی کن؟ اینجا امام معصوم میفرماد قبر داره میگه آقا هر روز. اینا هر روزش چه قصه ایست؟ انشاءالله بخوام دهنمون آب بیفته، آب بیریم دنبال این معارف کجا چیزی گیر میاد. میگه اینا کم قیمتیه. به خود امام صادق تمام علوم عالم رو جمع کنی، به اندازه این روایت حرف نداره به حسین قصه. اما خب کودره وازی که آدم بره دنبال این دریای این روایت. بفرمان اولا هر روز میگه، از کجا میگه، با کی میگه، کجاست که میگه؟ شما که الان امروز صبح خونه دون نشستی، تو قبر نبودی، این قبر کجاست که هر روز میاد میگه انا بیت الوحشه؟ پس معلومه پیش ماست، با ماست. یک آدره میگه مگه دنبال تنهایی نیستی؟ نمیخوای یه جا تنهای تنها باشی؟ پیش من است اون که میخواد. حالا معلومه، حالا بعدن عرض خواهم کرد، بعضیام اگه ببریش توی قار